الله الرحمن الرحیم سول د الله لوی نعمت دی او موږ سول کې کولای شو آرامه زندگی وکړو خپل تحصیل ته دوام ورکړو او د سول نه نګاله موږ کولای شو خپل وطن ته ترقی ورکړو سول هر فامیلی خداوند فامیلی خوشاره سول پیغمبر خدا فامیلی خوشاره سول فامیلی چیزی از فامیلی که د وطن ما سول به خاطر از اینکه ما روز هزاران جوان خود از دست میدیم سول خیانی آرامش تا یک کسی بتواند با آرامش هم تحصیلات خود ادامه بده تا بتواند شخص همه کارهای خود را بدون کدام مشکل زیر نظر یک قانون کارهای خود را انجام بده. پروردگار جل جلاله امر میکند که شما یاد کنیم مرا تا یاد کنیم شما را. اگر ما به خاطر رضای پروردگار خود و پروردگار خود تسلیم باشیم، پروردگار ما را یاد میکنه، از بزرگترین شر خدا نجات ما میده. صلح هدف ما است که صلح بهترین یک زندگی انسان است که در اوجا واقعیت انسان زندگی کنه. صلح آزادی است و همه افغان، هر فرد افغان طبیعت از افغانستان خوش دارد که در یک فضای آزاد و در آزادی و در یک ملت آرام زندگی کنه. در افغانستان آرام تقریبا 14 همیشه که در کشور ما نام نیست و جنگ است و برادرکشی است. اگر صلح در افغانستان بیاید و برادران ما که مثلا علیه حکومت، علیه کشور خود، علیه مردم خود قیام کردن و بناحق آلی دست بیگانه ها و خارجی ها قرار گرفتن، از این کار خود منصرف شوند، بیاین در یک فضای صلح‌آمیز با یک اخوت و برادری با هم بشینند، صلح کنند. در آیه قرآن کریم خداوند میگوید که از صلح و خیران، صلح خیرخواهی است، صلح سعادتمندی و نیکبختی در یک جامعه را صلح تشکیل میده. صلح چیز است که تمام افراد جامعه به او نیاز دارند و ضروری میباشد. در صورتی که صلح در یک جامعه نباشه دچار مشکلات میشیم و نمیتونیم رو با پیشرفت باشیم. صلح اگر شود بسیار خوب میشه. مردم افغانستان، مردم رنجیده ما بسیار زیاد جنگ دیدن. خداوند دیگه خودش مهربان صلح شود. صلح بسیار خوب است. صلح یعنی آرامی، خوشبختی. از دید ما صلح بهترین نعمت الله تعالی است که برای انسان ها در جامعه بشری است و صلح ما صلح همه خواهیم و که صلح در کشور ما پیشرفتی و ترقی بیاره. صلح به معنی ترقی، اگر صلح باشه ما میتونیم که کشور ما میتونه صلح ترقی کند و به جاهای بلند برسد. صلح یعنی بهترین چیز برای ما مردم افغانستان که از اول ارزوش داشتیم و حال هم داریم و بی صبرانه منتظر صلح بودیم که یک نظام آرام باشه، شهروندان عزیز ما که از شخصا خود ما باشیم آرام باشیم، در بین صلح زندگی کنیم، سرزمین ما آرام باشه، اینمی آرزوی ما بود. صلح دوستی، صلح آشنایی، صلح بهتر آرامی است. صلح یعنی امیدوار با آینده، صلح یعنی آرامش، سعادت، خوشبختی و صفا و صمیمیت. برادران افغان ها اما یک جای باشم یک مانای صلح است. ما می خواهیم که صلح بیاید که 34 همی 34 ولایت خود کشور خود بخواهیم دیدن کنیم. از جاهای دیدنی و باستانی و تاریخی ما بسیار آرزوی صلح داریم که بیاییم و از جاهای دیدنی ما بخواهیم که دیدنی کنیم. صلح در دید ما یک چیزی است که ما شما در زیر چتر صلح زندگی کنیم که در بین ما قوم بازی نباشد، در بین ما دیگه نجات پرستی یا زبان پرستی نباشد، ما همگی یک افغان باشیم. صلح یک آرامی باشه، خوشی باشه، آرامش باشه، وطن ما، وطندارای ما، افسرای ما، معلم ما، هر کس که آرام باشه با تحصیل خود، با طب خود، با هر حالت خود میتونه برسه. اگر نه که صلح بنام باشه که بسیاری وقتا شما و شما شاهد بودیم که میگفتن صلح هم صلح نبود، کلان در روی پرده یک گپ بود و پشت سر دیگه پرده. صلح عبارت است آرامی در وطن عزیز ما افغانستان، که وطن عزیز ما بسیار رنجیده است و روی صلح را هیچ ندیده، بسیار غم دیده است و این مملکت ما که است هیچ روی صلح را ندیده. صلح که بیای به افغانستان، به حتی به کل مملکت های همسایه ما خوب است. صلح از دید ما از طبقه جوان آرامش است، برای نسل جوان آرامش خوب است. صلح بسیار یک چیز خوب است، به خاطری که کل برادرای ما یک دست میشن، مملکت از یه حالت جنگ و فریبکاری و دربدری نجات میتین. صلح اگر افغانستان باشد، از 34 ولایت افغانستان به راحتی و خوبتر بتانیم به جاهای دیدنیش برویم و صلح میتانه که اگر صلح افغانستان باشه بیرق افغانستان در 34 ولایت به اهتزاز بمانه. ما بسیار یک امیدی کلا آن ما اینمی صلح هست، کشنگی رو قبول داریم.
هر چیز قبول داریم لکن صلح بیاید. هر افغان آرزو داره که در وطن صلح باشه و دیگه چی طالب باشه و چی هر کسی که باشه صلح همه خواهد. ما خوشبین هستیم، خوش هستیم که در وطن ما صلح بیاید. آرزوی ما همی است. برای ما مردم صلح بسیار اهمیت بالا داره که ما تا هنوز نامش شنیدیم اما صلح تا هنوز ندیدیم. او که در محل زو وارم چی صلح را لنو زو با دیر خوشحال شم او زما خوشحالی با سو دقی بیان نکی او چی صلح را لنو زو با طول در افغانستان طول ولایتون در سفر وکرم چی در افغانستان کلی ایوادونو یعنی ولایتونو گرم بسیار اگر ساز خوش داریم ما بسیار اگر اکس عمال بسیار خوش میداشته باشیم چرا که افغانستان آرام میباشد بسیار دیر جنگ بس مردم ناراحت است عذابش ناراحت است چرا که جنگ نیست نام نیست همون لحظه من بسیار احساس خوشی میکنم و بسیار احساس خوشی را و او را من شریک میکنم با وطنان خود با دوستان خود که صلح آمده بیای که بریم همراه دوستان با چکر با فضای صلح آرامی و او وقت دیگه بسیار شاد و خوش میباشیم یک عکس العمل بسیار خوش به خاطر بسیار خوش است هر فرد افغان تابع افغانستان خوش دارد که تمام افغانستان آرام باشد نه یک فرد که خواست به منافع خود فکر کند که صلح تنها برام است عکس العمل ما در این ثانیه که ما بفهم که اینمی ثانیه صلح آمده و ما از استقبال ما از صلحی است که ما بسیار احساس خوشی میکنم و شاید هم احساس خوشی ما گیده خوشی باشه و یا بسیار خوشحالی های دیگه است همه تو که میتونم صلح باید در افغانستان باشه خیلی زیاد خوشحال میشم و اولین کاری که میکنم میخوام که ولایت های مختلف افغانستان چکر برم تا زیبایی افغانستان از نزدیک دیدار کنم بسیار احساس خوش میکنم که به حساب همی جنگ ختم میشه به حساب جایی که میریم آزاد بریم بیایم فامیلای ما وضعیت نشه خود ما وضعیت نشیم سال دیگه وقت بهترین خوشی زیاد میکنم به اندازه زیاد احساس خوشی میکنیم که خود ما زن ما اولاد ما وطندار ما دیگه ما دیگه ما کلش در همون زندگی میکنم دیگه کل افغان ها به شمول ما دیگه و دیگه کلگی احساس خوشی میکنم اگر یک اعلان شود که صلح واقعی در افغانستان آمده و برادرای ناراضی ما و بیاین و بیشتن در میز مذاکره و یک صلح و یکاشتی شود یعنی ابراز خوشی خود به شما هیچ اصلا گفته نمیتونم اصلا گفته نمیتونم که تا چه اندازه ما بیادر فهمیدیم تو فعلا گفته نمیتونم اما ما به حد منتظر هستیم به اندازه منتظر هستیم بخاطر از اینکه صلح بر ما یک آرامش روحی روانی از هر نگاه باید صلح در افغانستان بیاید به خاطر از اینکه ملت افغانستان به صلح نیاز دارد عکس العمل ما درباره صلحی است که خوشی میکنیم پایکوبی میکنیم و ولایت های کشور سفر میکنیم تا که زیبایی های افغانستان رو ببینیم بسیار عکس العمل خوشی میکنیم و جشن میگیریم به خاطر که صلح در کشور ما اعلان شده تمام مردم افغانستان از وقتی که سر صدای صلح از دهی وطن که میگن صلح میآید همه وقت خوش از دنم وقت تلویزیونی خانه که چی وقت صلح همه آید و به حساب من خود من فامیلی همچنان خیر است که دو فرزند دارم با امیدی شهید دادم بازم صلح که بیاد دیگه فرزند ها از این وطن هم اولاد ما هستن اولاد از این وطن هستن دیگه فامیلی باید که کار نشه فامیلی ما احساس خوشی میکنیم فامیلی فامیلی با برکت خون هم شهید هایی که ما دادم و این ملت داد از خدا هم صلح را در میان بیاره فامیلی خلاص انشاءالله ما از خوشی و از احساسی که فعلا داریم دیگه انشاءالله به عموم شهروندان افغانستان و به جهان نشان خواهد دادیم که انشاءالله ما هم یک کشوری که منتظر صلح بودیم و خداوند ای ارزوی ما را انشاءالله پورا بسازد والا خوش میشیم صلح شوه طبعا دیگه عکس العمل خوشی میباشه ای که صلح شوه وطن ما آرام شوه وطندارای ما آرام باشه از جایی را نشنیم که بچه والا بچه فلانی مثلا با ضرب المثل بگویم بیایی که بچه فلانی در فلانه جای در انفجار شهید شد یا بچه فلانی در سرباز بود طالب کشتش یا طالب بود افسر کشتش ای که کلش مسلمان است کلش افغان است من ایسی یک افغان من ایسی یک مسلمان صلح کنن خوش میشیم طبعا من احساس خوشی میکنم و این را بیان کردن میتونم که چقدر من خوش میشم که صلح در وطن عزیز ما آمده بسیار احساس خوشی میکنم یگانه آرزوی من شخصا نمی است که صلح باشه و شاید که با آرزوی خود ما برسیم که در وطن ما صلح و آرامش شود خب این معلوم دار است که اکسل عملم 100% خوشی می باشه و خاطر از اینکه وطن ما آباد می شه من فکر خود کردم که در افغانستان جنگ دیدیم و امروز برای ما فلان از پاریس هم که برای ما بلند خاطر بود به اینکه در افغانستان ما صلح می آیم ما حق زندگی صلح در داریم مثل که در کشورهای دیگه جهان دیگه بدون از اینکه یک مذهب اسلام زندگی کنه هر مذهب ها دو هستن و برای ما بسیار یک جای خوشی خود بود که ما در افغانستان یک در صلح و ثبات زندگی خود کردیم که در بین ما
ضرور مذهب نباشه، ضرورت انسانیت باشه. افتخار میکنیم، تشویق میکنیم و از همین صلح بدر استقبال میکنیم. دیگه هر چی که دمو زندگی خود باشه واقعیت خوشی است. بهترین صحنه زندگی هم و خاطره خوشی شاید همین لحظه باشه. من جای مدام خوش هستم به خاطر که صلح آرامش است. از اینکه دیگه خوشی زیاد دیگه برام پیدا نمیشه. یه تو چیز میشه که بخیر دمی کالای خود جای نمیشه، تو بخیر افغانستان در افغانستان جای نمیشه. کل مردم خوش میشه، آرام میشه، هر طرف مردم رفته میتونه، آزادانه رفته میتونه. چی کنه؟ دو سال پیش تیم فوتبال ما راه پیدا کرد امرو یک دیگه کشورها. بسیار مردم ما خوش بود که فوتبال ما پیشرفت داشت. چقدر دول سرنای بود که در کوچه ها، در سرک ها مردم دول سرنای میکوبید، خوشحالی میکرد که تیم فوتبال ما راه پیدا کرد. خصوصا که صلح برای آبادی مملکت ماست، برای زندگی کل هموطنان ماست. ما بسیار خرسند میشیم، از این زیادتر خرسند میشیم که هرچی قضوتر صلح بیه همه قدر ما خرسندی ما زیادتر از بی حد بی نهایت.